دختر بلایری که با دوستش تو ارتفاعی فوق العاده زیاد گیر میافتن. گلاسیا سلام. امروز بریم ما فیلم The Fall یا سقوط مثل 2022 رو ببینیم. یکی از فیلم‌های هیجانی و داستان جالبی هم داره. بریم ما هم ببینیمش. حواسمون به صورت کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم شخصیت اصلیمون یعنی بکیو همراه دوست پسرش دن و بهترین دوستش هانتر میبینیم که دارن از یک کوه بالا میرن. همه چیز خوبه تا اونجایی که دن پاش لیز میخوره و میفته پایین. البته که با تناب رو هوا معلق میمونه. بقیه هم سعی میکنن کمکش کنن اما در آخر موفق نمیشن و دن سقوط میکنه. حالا میریم به یک سال بعد. بکی از وقتی دوست پسرش رو از دست داده خیلی افسرده است. دیگه خونه بیرون نمیره و خلاصه حالش کاملا داغونه. پدر بکی هم خیلی نگران بکیه اما هر کاری انجام میده نمیتونه حالش رو خوب بکنه. یه شب دیگه بکی خیلی رد میده. میره خونه، دارو برمی‌داره و میخواد جون خودش رو بگیره که همین لحظه بعد یک سال دوستش هانتر بهش زنگ میزنه. روز بعد میبینیم که هانتر به دیدنش اومده و بکی بعد مدت ها دوباره میخنده. با هم یه روز خوبی رو میگذرونن، کلی شوخی میکنن و میخندن و از گذشته هم یاد میکنن. وسط صحبتشون هانتر اشاره میکنه که قصد داره از یکی از بزرگترین برج های رادیویی آمریکا بالا بره. به بکی پیشنهاد میده همراهش بیاد اما بکی اصلا حوصله نداره و پیشنهادش رو رد میکنه. اما روز بعدی که دوباره نگاهش به داروها میفته یارش میاد که چقدر افسرده، تصمیم میگیره که این کارو انجام بده. چند روز بعد این ماجراجویی رو شروع میکنن. توی راه هم دارن صحبت میکنن که بکی شروع به گشتن تو گوشی هانتر و دیدن عکس‌های ماجراجویی‌های اخیرش میکنه. تو یکیشون دسته یه مرد روشونه هانتر رو میپرسه کیه دوست پسرته، اما اون بحثو میپیشونه و جوابی نمیده. چیز دیگه که در مورد دوستش میفهمه اینه که هانتر بعد اون اتفاق یه بلاگر خیلی معروف شده. سفرهای مختلف میکنه و از ماجراجویی‌هاش فیلم میگیره. همین پولی هم که در میاره باعث میشه که بتونه کارهای بیشتری انجام بده و جاهای بیشتری رو ببینه. این وسط نگاهشون هم به همون برج رادیویی که خیلی نزدیکش هم میفته و از ارتفاعش بکی وحشت زده میشه، اما تصمیم میگیره که بازم ادامه بده. بعد استراحت توی مسافرخونه راهشون رو ادامه میدن. هانتر سعی میکنه یه ویدیوی تو پیجش بذاره و معرفی کنه که میخوان چه کاری انجام بدن. وقتی هم که حواسش نیست یه لحظه نزدیکی که یه کامیون بهشون بزنه، اما شانس میارن و زنده میمونن. میرن جلوتر و بالاخره به مقصد میرسن، اما از یه فاصله ای دور تا دور برج و حصار کشیدن و نوشتن که به هیچ وجه وارد نشید. اما هانتر نمیخواد تسلیم بشه، ماشین رو همون پشت میذاره، از سه حصارها رد میشن و پیاده راهشون رو ادامه میدن. وسط راه هم جنازه یه حیوان بیچاره رو میبینن که کلی لاشخور دارن ازش تغذیه میکنن. هانتر عکس میگیره و تو پیجش میذاره که از همون اول هم کلی لایک میگیره. بالاخره به این سازه مخابرات میرسن. بکی از دیدن ارتفاعش خیلی دیگه ترسیده و میخواد جا بزنه، اما هانتر بهش میگه که باید این کار انجام بدی و با ترست روبروشی تا بتونی به زندگیت برگردی. برام تناب خودش رو به اون میبنده و شروع به بالا رفتن از نردبون این سازه مخابراتی میکنه. نردبونی که پوسیده، خیلی جاهاش ترکیده و ببینیم پیچاش هم خیلی وقتا شلن، اما خب به هر حال راهشون رو ادامه میدن. حتی یه لحظه چند تا پله های نردبون کنده میشن و بکی بازم بیشتر میترسه، اما به اصرار هانتر به هر جوری که هست بالاتر میره. تقریبا نصف نردبون رو رد کردن، یکم استراحت میکنن و آب میخورن و بازم ادامه میدن. نردبون اول که داخل این سازه هست به پایان میرسه و یه مقدار خیلی کمی از راه مونده که باید نردبون دیگه ای رو براش طی بکنن. منتها انقدر باد زیاده که هر لحظه ممکنه بیفتن، اما بازم میرن بالا. وسط این نردبون چند تا دیش ماهواره‌ای که نمیشه بالاتر رفت. هانتر بازم کم نمیاره، از لای دیش ها رد میشه و به بکی هم اصرار میکنه که همین کار رو انجام بده. حالا که میبینه چقدر این دختر ترسیده، میخواد یکم بیشتر به ترسوندتش و شروع به تکون دادن نردبون میکنه. این وسط میبینیم که یکی از پیچای پایین نردبون کنده میشه و میفته پایین، اما تأثیری توی راهشون نداره و ادامه میدن. وقتی که بالاخره به بالای برج میرسن، یکی دیگه از پیچ ها هم میفته، اما همچنان نردبون سر جاشه. یه نفس راحتی میکشن و با نگاه به اطراف از منظره لذت میبرن. چند تا عکس هم با هم دیگه میگیرن و یه لحظه هانتر آویزون میشه که یه عکس خیلی خفن تر بگیره. بعدم میاد بالا به بکی گیر میده که همین کارو بکن، اما بکی میگه واقعا دیگه از این میترسم و نمیتونم انجامش بدم. باز هانتر شروع به صحبت میکنه، میگه باید این کارو انجام بدی تا نهایت ترست رو هم ببینی و بفهمی که زنده میمونی، اون موقع به زندگی عادیت برمیگردی. بکی بازم قانع میشه این کارام بکنه و یه سلفی هم همینطوری میگیره. وقتی سر جاشون وایسادن، بکی خاکسترهای دن که براش مونده رو هوا رها میکنه. بعدم یکم اشک میریزه و همراهش دوستش هانتر هم همین کارو انجام میده. بالاخره وقت رفتن رسیده. تنباشون رو میبندن. اول هم بکی میخواد بیاد پایین که یه دفعه این نردبون جاش میفته. بکی روی هوا معلق و هانتر موفق میشه که تنباشو بگیره و اونو بکشه بالا. هر دو وحشت زدن، ولی وقتی که جاشون امن میشه شروع میکنن به خندیدن به اتفاقی که افتاده. حالا میفهمن که دیگه راهی برای برگشت ندارن و تازه میفهمن که چه شرایطی قرار گرفتن. بدتر از اون، پول پشتی
شامل غذا و آبشون هم افتاده روی دیش‌های ماهواره‌ای که روی این سازه مخابراتی بود. متوجه صندوقی بالای برج میشن و بازش میکنن و میبینن که داخلش یه دوربینه همراه یه دونه اسلحه منفر. البته که اصلا به کارشون هم نمیاد. حالا بکی خیلی وحشت زده است و هانتر میگه که نگران نباش. نردمون که افتاده صداش خیلی بلند بود و قطعاً شنیدن و میان کمکمون. دارن فکر میکنن که دیگه چه راهی براشون مونده که همین لحظه هانتر متوجه زخم عمیقی رو پای بکی میشه. زخمی که بعد افتادن شکل گرفته و سریع لباسشون رو میبنده. چاره جز صبر براشون نمونده. بکی گوشی هانتر رو برداشته و داره ازش فیلم میگیره و میپرسه چی شد که تصمیم گرفتی بلاگر بشی. اونم با خنده میگه که بعد اتفاقی که برای دن افتاد میخواستم منم زندگیمو تغییر بدم. یکم بکی به هم میریزه که چرا باید دوستش به خاطر دوست پسر خودش همچه کاریو بکنه. البته که چیزی نمیگه. بعدم که گوشیاشون اصلا این بالا آنتنی نداره به خاطر اینکه خیلی از زمین فاصله دارن. ولی یه دفعه هانتر یادش میاد که رو زمین بودن یه پست گذاشته کلی هم لاک گرفت. پس یعنی قطعا اون پایین آنتن هست، فقط این بالا این اتفاق نمیفته. راهشون هم اینه که باید یه جوری یه پستی رو بذارن که بقیه کمک بگیرن، بعدم گوشیو برسونن به پایین برج تا پست آپلود شه و کسی بیاد به دادشون برسه. همین کارم انجام میدن و گوشیو با تناب آویزون میکنه میبره پایین، ولی وقتی میاره بالا میبینه همچنان پست سنت نشده، پس باید بره پایین تر. حالا هانتر یکی از کفششو در میاره، گوشیو میذاره داخلش، با کمک جوراب‌ها و هر چی لباس دارن اونو کاملا امنش میکنن و بعد کفششو اپ میچو پرت میکنه پایین به امید اینکه پستی که گذاشتن بالاخره آپلود شه و کسی بیاد اینجا. یه لحظه بکی نگاهش به پای بدون کفش هانتر میفته. یه تتو داره که روش نوشته 143. این عدد چیزی بوده که دن هر وقت می‌خواست پست عاشقونه بذاره استفاده می‌کرد. اما قبل اینکه چیزی بگه متوجه مردی میشن که با سگش داره قدم میزنه و به همین نزدیکی رسیده. شروع به فریاد زدن می‌کنن بلکه ازش بتونن کمک بگیرن، اما این مرد متوجه فریادهاشون نمیشه. چیز بدتری که متوجهش میشن اینه که سگ میره دنبال کفشی که هانتر انداخته بود و متوجه میشن گوشیش وقتی که افتاده پایین کلاً شکسته، یعنی هیچ پستی آپلود نشده. مرد و سگش دارن اونجا میرن. بکی دیگه خیلی دوباره ترسیده و این بار جفت کفششو پرت می‌کنه طرفشون، اما بازم مرد متوجه نمیشه. منور رو برمی‌داره و می‌خواد شلیک کنه، اما هانتر میگه که نه این کارو نکن چون الان هوا روشنه و اصلاً نمی‌فهمه. به طرفی که مرد داره میره نگاه می‌کنن و یه ون بزرگو می‌بینن. متوجه میشن که اینا یه گروهن، اومدن اینجا و شب می‌خوان بمونن و عشق و حال کنن. برای همینم پس باید صبر کنن تا هوا تاریک شه، بعد با استفاده از منور توجه اونا رو به خودشون جلب کنن. با تاریکی هوا هم منور استفاده می‌کنن و اون افراد هم متوجهشون میشن. بعدم میرن طرف ماشین این دوتا دختر و به جای اینکه براشون کمکی بیارن ماشینو میدوزن و از اونجا فرار میکنن. دیگه هیچ امیدی برای این دوتا دختر نمونده. سر جاشون نشستن و فقط دارن با هم حرف میزنن که بکی به تتوی پای هانتر اشاره میکنه. هانتر هم که میفهمه دستش رو شده میگه آره من حقیقتا 6 ماه بود که با دوست پسرت در رابطه بودم و بهت خیانت میکردیم. وقتی که اون از دست رفت منم همونقدر اندازه تو نابود شدم. هانتر در ادامه میگه من خیلی از دن خوشم میومد. آره خیانتم کردیم 6 ماه، ولی چند وقت قبل از اینکه بریم کوهنوردی با هم دیگه به هم زدیم چون من نمیخواستم که بهت آسیبی برسه، ولی خب الان میدونم این اتفاق افتاده. ساعت ها میگذره و دوباره هوا روشن شده. نزدیک به 24 ساعتی که اینجا گیر افتادن و هم گشنشون و هم تشنشونه. هانتر تصمیم میگیره که تناب به خودش بنده و بره یه جوری کوله پشتی رو بیاره بالا بلکه بتونن یه چیزی بخورن. به نزدیکی دیشای ماهواره میرسه، ولی هر کاری که میکنه دستش به اون کوله پشتی نمیرسه. مجبور میشه قلابی که به بدنش وصله رو جدا بکنه، از تناب خودش رو تاب میده و میپره روی دیشها. حالا کوله پشتی رو برمیده و میبنده به تناب، البته با کمک مونوپادی که همراهشه. حالا باز خودش دستش به اونجا نمیرسه و مجبور میشه یکم دورخیز کنه و میپره تا کوله پشتیشو بگیره. این بارم موفق میشه که تناب رو بگیره. حالا به آرومی میره بالا و خیلی اون کم مونده که به دوستش بکی برسه، ولی یه دفعه دستش سر میخوره و میفته پایین. بکی خوشکش زده و میره عقب و جرأت نداره پایین نگاه کنه. وقتی میبینه متوجه میشه که هانتر موفق شده لحظه آخر کوله پشتیشو دوباره بگیره. منتها دست این دختر به شدت آسیب دید و دیگه نمیتونه بیاد بالا. بکی همه زور خودش رو جمع میکنه و موفق میشه که تناب به آرومی بکشه بالا و در آخر دوستش رو نجات بده. کمی آب و غذا میخورن و حالشون رو به راه میشه و حالا دوباره انرژی گرفتن. فکر دیگه ای به سرشون میزنه. یه پهپاد همراه هانتره و روی یه کاغذ درخواست کمکشون رو مینویسن و میبندن به این پهپاده. قصدشون هم اینه که اینو برسونن به همون مسافرخونه ای که دو شب پیش مونده بودن. همین کارا میخوان انجام بدن که یه دفعه متوجه میشن پهپاد شارژ نداره. برای همین مجبور میشن دوباره برش گردونن. هوا داره تاریک میشه و
باز کاری از دستشون بر نمیاد و مجبور میشن بخوابن. بکی کاووس میبینه که کرکسا به دوستش هانتر حمله کردن و دارن اونو میخورن. یه لحظه خواب میپره و همچنان هوا تاریکه. سوپر روز بعدی فکر دیگه به سر بکی میزنه. میگه بالای اینجا یه چراغی خاموش روشن میشه، فقطن جریان برق داره. اگه برم اونجا میتونم یه جوری پهپادو شارژ کنم و اینطوری درخواست کمکمون رو به کسی برسونیم. خودشو به نوک اینجا میرسونه و میبینه که یه پریز هم اصلا داره. منتها وقتی که شارژر رو بهش میزنه میبینه که خیلی جاش شل و لقه. برای همین مجبوره که با دستشونو صفر نگه داره تا شارژ بشه. در حالی که داره این کارو انجام میده، هی کرکس ها میان و بهش ضربه میزنن، ولی هر بار بکی خودشو نجات میده. اما اتفاق بعدی که میفته اینه که کوله پشتی که همراهشه دوباره میفته و این بار تا پایین سقوط میکنه. بعد گذشت تقریبا یک ساعت بالاخره پهپاد شارژ شده، میاد پیش هانتر و بعد بستن نامه به اون به حرکت در میارنش. پهپاد به نزدیکی مسافرخونه رسیده که یه دفعه کامیون سعی را ثبت میشه و بهش میزنه و میترکونتش. بعدم راننده پیاده میشه، اما خب متوجه نامه نیست و راهش رو ادامه میده. دخترها دوباره خشکشون میزنه دیگه، تمام کارهایی که میتونستن انجام دارن و همچنان نتیجه ای نگرفتن. هوا تاریک شده و طوفان هم داره میاد و خب خیلی شرایط بدتر از قبله. بکی خسته‌ست و میخواد بخوابه، اما هانتر نمیذاره. بهش میگه که این کرکس‌ها و لاشخورایی که دورمونه اگه چشمونو ببندیم بهمون حمله میکنن. بکی میگه بذار حداقل یه کار دیگه انجام بدیم، من هنوز گوشیم دستمه. اونه که کفشتو بده، گوشیو بذاریم توش و یه بار دیگه پست گذاشتن و درخواست کمک رو امتحان بکنیم. هانتر بهش نگاه میکنه و یه رفعی میگه من حاضرم این کار رو انجام بدم، اما کفشم اون پایین کنار دیشهای ماهوار است. بکی نگاهی میکنه و یه رفعه متوجه میشه تمام چیزهایی که از هانتر میدیره توهم بوده. اون موقعی که هانتر پرید تا کوله پشتی رو بگیره، متاسفانه سقوط کرده روی دیشها و همون جونش رو از دست داده. الان هم لاشخورا دورشن دارن بدنش تغذیه میکنن. بکی هم تنهایی کوله پشتی رو کشیده بارو، فقط تا الان زنده مونده. از اون موقع هم توهمی از هانتر تو ذهنش ساخته که انگار داره کمکش میکنه تا زنده بمونه. دوباره به خودش میاد و از قبل ناراحت تر میشه. طوفان شدیده و بکی سر جاش دراز میکشه و موفق میشه که یک شب دیگه هم زنده بمونه. وقتی هوا آرومتر میشه گوشیشو برمیداره و یه ویدیو بر پدرش ضبط میکنه و بهش میگه چقدر دوستشم الان کنارت بوده و به خاطر رفتارهای اخیرش معذرت میخواد. از اون طرف هم پدرشو میبینیم که در به در دنبال دخترش و خیلی نگرانه. هوا روشن میشه، یه لاشخور دوربر بکی و وقتی میبینه که خوابش برده بهش حمله میکنه و داره از زخماش تغذیه میکنه که میبینیم این فقط تله بکی بوده. یه رفعه چشماشو باز میکنه و به لاشخور حمله میکنه و اونو در جا میکشه. بعدم شروع به تغذیه از گوشت اون میکنه تا دوباره زنده بمونه. انرژی بکی برگشته و فکر دیگه به سرش میزنه. حالا تناب خودشو به بالای برج میبنده و ازش آویزون میشه و خودشو میندازه روی دیشهای ماهواره، جایی که جنازه دوستش هانتر هم همونجاست. پیامی برای پدرش میفرسته و توی اون مختصات جایی که گیر افتادن رو مینویسه. بعدم کفش هانتر رو در میاره و گوشو میذاره داخل اون. منتها این بار به همین اکتفا نمیکنه. میبینه که شکم دوستش به خاطر حمله لاشخورها تقریبا باز شده. کفشو داخل اون قرار میده و با ناراحتی و به اجبار بدن دوستشو پرت میکنه پایین. این کارش بالاخره جواب میده. پیام برای پدرش ارسال میشه و پدر سری به نیروهای امداد زنگ میزنه و آدرسو براشون میفرسته. خودش هم به سمت مقصد راه میفته. وقتی میرسه مامورها دارن جنازه ای رو توی پلاستیک میپیچن و خیلی حالش به هم میریزه. ولی میبینه که این فقط دوست دخترشه و بکی سالمه و سری میان طرف هم و همدیگه رو تو آغوش میگیرن. اینجاست که فیلم به پایان میرسه. فیلم فال میاد در مورد این صحبت میکنه که یه انسان برای بقا حاضر چه کارهایی انجام بده. از هیچ چیزی باز نمیزنه و حتی حاضره که بدترین بلاها رو سر دوستهای خودش بیاره تا بتونه یه روز بیشتر نفس بکشه. ما تو فیلم به وضوح میبینیم که هرچی بیشتر میذره و شرایط بکی بدتر میشه، کارهایی که حاضره برای زنده موندن انجام بدم به طرف بدتری میرن. اگه روز اول بهش میگفتی که مجبوری همچین کاری رو با رفیقت هانتر انجام بدی، شاید حاضر بود جون خودش رو هم بره تا این اتفاق نیفته. ولی روزهای آخر دیگه اصلا برایش هیچ شکی باقی نمونده بود که باید این کار رو انجام بده. حقیقتا به نظرم همینه. تا تو شرکت قرار نگیری که برای بقا حاضر باشی دست به هر کاری بزنی، هیچ وقت تصور اون کار رو هم نمیتونی به ذهن خودت راه بدی. به نظرم همینها همراه فیلمبرداری خوبی که داره این فیلم میتونه یه ترکیب خیلی خوب بهتون تحویل بده که اگه خواستی با دوستاتون یه تایمی رو خوش بگذرونید، به نظرم یکی از گزینه‌های خیلی خوب برای دیدن هستش. در آخرم بهتون بگم که کانال رو دنبال بکنید. این هفته یه پست خفن در مورد سریال عفوی تهران میخوام بذارم و یه تحلیل و بررسی خیلی دقیق و کامل میخوایم بکنیمش. اگه نردید حتما تو این هفته این کارو انجام بدید که موقع براتون اسپویل نشه. اون پست خلاصه فیلم نیست، تحلیل و بررسیه که اگه کسی هم نریدتش حتما بره سراغ این فیلم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. مرسی با هم بودید. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. روزتونم گلسی.